آقای فرهنگ، شرایطی که از جانب افغانستان مطرح شده، مشخصا این دو شرط عمده ای که پیمان را کمی چالش ساز هم ساخته، این دو شرط به حد اهمیت داره که دولت افغانستان رویش تاکید بکنه تا ای که پیمان را به تعلیق ببره یا صحبت های پیمان را به تعلیق ببره؟ خب دو شرط را که حکومت افغانستان مانده واقعا مسائل مهم است. چرا ما شما نمی روند حضور قوای بین‌المللی مخصوصاً ایالات متحده آمریکا را که در افغانستان ببینیم، از آغاز تال را این صدمه دید و صدمه دید به اثر اشتباهات که شد یا هر چیزی که بود، یا ما کردیم یا اونا کردن. بالاخره به جای رسید که امروز هم یک حس عدم اعتماد مطلق بین طرفین ایجاد شده و در اطور یک فضای عدم اعتماد میشن، یک پیمان یا یک هر چیزی که نامش بانیم، یک چیز استراتژی که بسیار عمده بین طرفین امضا شده که در میشن هنوز فضای اعتماد پس ایجاد نشده. در اطور یک ساختمان سیاسی، در اطور یک وقت حکومت افغانستان شرطایی که مانده معقول، اما در عین زمان مکلفیت داره حکومت افغانستان که ثابت بسازه به جامعه جهانی و همونطور که من پیشتر گفتم در کنفرانس شیکاگو که توانایی زیر داره که اگر تعویض شوه می وظایف، یعنی خود قوای امنیتی افغانستان مثلا بگیره هم زندانی ها را تحت کنترل خود و هم عملیات شبانه را، این می تانه که با وجه احسن اجرا کنه و این زیر تاثیر بعض حلقات سیاسی دیگه و نره و مسیر اصلی خود. ولی اگر امینجا بس دیگه را صحبت کنیم که بس شیکاگو را کردین، یعنی افغانستان در تلاش است و امیدوار است همیشه که قبل از نشست شیکاگو پیمان راهبردی امضا شود که مشخصا تاثیرات بالای کشورهای کمک کننده در افغانستان هم داره. حالا زمان را که از دست داده میره در این جریان؟ ببینید، از آل تا به کنفرانس شیکاگو بسیار وقت کم مانده و یک وظیفه بسیار کلان در پیش روی حکومت افغانستان است که تا او وقت یک چیزی را به اونجا پیش کنه که قناعات بین المللی را حاصل کنه و ریزی که بعد از بتانه کمکار بدست بره. که یکی از اونها از این دو شرط میره بگیریم که مسئله زندان هاست مثلا یا عملیات شبانه است، این حال یک چیزی که مرا شخصا کم امیدوار ساخت در می جریان تا اخیری که بعد از سوختاندن قرآن عظیم شان توسط هر شکلی که بود که مظاهرات شد، برای دفعه اول من این مقایسه کردم با واقعی که 6-7 سال قبل در کوتل خیرخانه شد که در اونجا وقتی که آشوب بگذنوز ایجاد شد پلیس او وقت افغانستان میدان ایلاکت و خود نجات دادن. این دفعه در این مظاهرات ما دیدیم که پلیس برای دفعه اول مقاومت کرد و استاد شد، گفت حفظ و نظم عمرم نگاه میکنم و این نشان میده که به یک احساس یا یک مفکوری ملی شدن اردو در پیش منصوبین پلیس آمده و ای اگر به می منوال روال دوام کنه و ای بتانه که محکم شد، باز امکانی از این وجود داره که ما بتانیم که زندانی ها را خود ما نگاه کنیم، مثل سابق خود فرار نکنن، نگروزن یا محبس را سراخ نکنن، از این جلوگیری کنیم. در این صورت یک شرط جامعه بین المللی برآورده کرده میتانیم و می ترتیب عملیات شبانه را اگر قوای افغانستان به دست خود بگیرم امی حالا پیش از نشست شیکاگو امضای پیمان راهبردی بر افغانستان چقدر اهمیت داره؟ کشورها به خصوص جامعه غربی در تلاش هستند طوری که نیروهای خارجی گفتن کمک‌های خود به افغانستان کم کنند، اما در صورتی که افغانستان با آمریکا پیمان راهبردی داشته باشه، باورتان چیست؟ فکر میکنین که اونا تعهدشان بیشتر شد و کمکشان؟ خب اگر هر پیمانی که امضا میشه طرفین شرایطی را از خود دارن و این مربوط به مهارت طرفین است که چطور میتونن شرایط خود یکی به دیگه ترتیب کنن. پیشتر در گزارش ما دیدیم که یکی از وکلای پارلمان افغانستان یا ولسی جرگه افغانستان گفت که یک کشور ضعیف و یک کشور قوی با هم یک پیمان امضا میکنن و کشور ضعیف پامال میشه. پیمانهای نظامی سابقه که در قرن 20 امضا شده بود و نهایت دیگه داشت، شکل دیگه داشت، جنیا بین دو بلاک بود، حالا اطور نیست، سال یک بلاک است و یک طرف است. ما منطقه بعض یک کشور ضعیف همراه ایالات متحده امریکا یک چی امضا میکنیم، یعنی ضعیفترین کشور جهان با قویترین کشور جهان یک پیمان استراتژیک امضا میکنند. در این صورت باید است که بسیار دقت شو ایره مطرفداری میکنم به این که ما نباید که عالی دست از اونا شویم، باید است که هویت ملی خود در این قرارداد حفظ کنیم و در عین زمان به این هدف هم با این دو شرطی که بیشتر بالاش تاکید میشه تا حد حفظ میشه. خب ایره ما باید ثابت بسازیم که تواناییش داریم، اگر ثابت نسازیم کس قبول نمیکنه. ما باید
مثل گذشته آره نشه که مثلا حتی در مسائل جنایی یک کسی که محکوم به اعدام شد برای اعدام میبرن و از راه میگروزه و میره و با ارتباطات که هست اگر ارتباط شد باز هیچ وقت نه دنیا کمک میکنه و نه کدام چی میکنه. ما باید برای دنیا ثابت بسازیم ما برای شما یا برای ایالات متحده آمریکا پیمان امضا میکنیم، اما اینی شرط ها رو که ما نمیره راستی برآورده ساخته میتونیم. اگر بگوییم برآورده میسازیم مثل گذشته و نتونیم را برآورده بسازیم باز اوضاع به مراتب خرابتر میشه نسبت دیگه به بود بیان. سپاس آقای لیوال. از طرفین قرارداد یاد شد، فکر میکنین دولت افغانستان با توانایی هایی که داره و از جانب دیگه طرف مقابل آمریکا با توانایی هایی که داره بتونن یک پیمانی را با هم ببندن که تمام شرایط یک پیمان راهبردی در رو در نظر گرفته شو؟ له حقوقی بالا په دې لري د نړیوال مناسبات د حقوقو د مبحث لمخه کله چې دوه مستقل هیوادونه غواړي د دواړو خواو په رضایت یو پیمان امضا کړي، دلته د قوي او د ضعیف مثلا نه ده مطرح، بلکې دوه مستقل متساوي الحقوق او د مساوی مسؤلیتونو خاوند طرفین په خپل منځو کې غواړي یو پیمان امضا کړي. په دې کې هیڅ قوي او هیڅ ضعیف نشته. هو یوه مسله ده، قوي او ضعیف هغه وخت مطرح دی چې کله د دې پیمان اجرایوي ضمانت پوښتنه رامنځته کیږي. مثلا تاسو د دوو مستقلو هیوادونو ترمنځ یو پیمان امضا کړ، مګر وروسته له هغه نه برخورد یا حرکتونه یا کړنه د همدغه پیمان په اساس نه ترسره کیږي، په دغه وخت کې بیا ضعیف حکومت یا ضعیف هیواد لږ کولای شي له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او معمولا قوي حکومتونه برای پذیرفتن برای پذیرفتن شرط ها مستقل بودن کشورها بسیار مطرح است و یا قوی بودن و ضعیف بودنش دواره. گوری نه ده شرطونو که خودلو لپاره ده مستقلوالی ترسنگ یو پخه سیاسی اراده او اداره پکارده دواره، چه که ده هیواد والا و ضعیف توانایی را در دولت افغانستان میبینین؟ چون البته مونگ هیله لرو چه افغانستان ده لومری زل ده پاره لکتر لکه پخپل معاصر تاریخ که ده اراده او ده اداره پیدا کی چه زان ده اگدو کلونو لو درد سر چخه وش غوره لشی. و این درد سر معمولا چما هستانی است که از جانب کشورهای منطقه و افغانستان به وجود درد سر دو دوله ده، یو دا چه که دغه یو پیمان په نشت که یا ده نبودن که هغه خطرات او گوهونه چه افغانستان رو سر مخامخ که دهیشی ده باید وسنجول شی، همدار است که دغه پیمان په ضعیفه بنه او په یو مبهم حالت کې امضا شي، په خپل هم دا پیمان او د پیمان بل طرف په اوږده محل کې دردسر جوړېدای شي. حالا این بحث کشورهای منطقه و این دلیل یاد شد که کشورهای منطقه قبل از اینکه صحبت امضا یا عملی شدن گفتگوها بالای پیمان آغاز شوه، زمانی که آمریکا اعلان کرد که با افغانستان پیمان میبنده، کشورهای منطقه عکس العمل داشتن. فکر میکنین فشارهایی را برای حکومت افغانستان وارد کنن بر این که پیمان راهبردی با ایالات متحده آمریکا بسته نشه و رد شوه؟ جدا ده سیمی هیوادونه گاونډي هیوادونه په افغانستان کې دوګونه لوبه پایل کړی ده، د همدې پیمان د ستراتیژیک نه وروسته له یوې خوا نه غواړي امتیازات ورکړي، افغانستان ته شنه څراغونه ورکړي، حتی د ښو مناسباتو حتی تاسو واورېدل په همدې ورځو کې پاکستان د خپلو تیرو سیاستونو څخه یو ډول پښیماني وښودله، وویل چې نور نه غواړي په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق سیاست ته دوام ورکړي او هغه څه چې کړي هغه باید هیر شي. دا په خپله د امتیازاتو ورکول دي، مګر په عین زمان کې له بده مرغه په دوه ګوني او ډېر عجیب پیچلی سیاست سره خپل نفوذ او لاسوهنه ته هم دوام ورکوي. دوی غواړي چې په هر حالت کې په افغانستان کې د خپل مداخلې لپاره پراخ لاس او د نفوذ ساحه ځان ته د ریزرف په توګه وساتي. سپاس. پس از وقفه کوتاه این سوال را از آقای فرهنگ میپرسیم که چرا امریکا تاکید داره که دو شرط افغانستان را نپذیره؟ اهمیت استراتژیک این دو شرط برای امریکا چیست؟ حالا میان برنامه.